بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه چپتر پنجم هست. ما در قسمت قبلی بحث یونیفای سول کلاسیفیکیشن رو پیش بردیم. در یونیفای سول کلاسیفیکیشن طبقه بندی طوری بود که شما از جدول می‌رفتیم برای خاک چک میکنه قربال نمبر 200 که بیشتر از 50% عبور کرده یا کمتر از 50%، بحث خاک درشتانه و ریزدانه و به ترتیب شاخال میرفتیم چک میکردیم، برای خاک یک گروپ سمبول پیدا میکردیم، بعد از او برای از یک گروپ سمبول میرفتیم، نظر به گراف هایی که داشتیم و جدول هایی که داشتیم گروپ نمر پیدا میکردیم یا نام گروپ بر پیدا میکردیم. حال در این قسمت ما اگزمپل هایی داریم که برای محاسبه میز خاک یا برای پیدا کردن طبقه بندی خاک به روش USCS هست. ببینید در این قسمت خود اگزمپل 5-4 هست. گفته شده The results of the particle size analysis of a soil are as follows. طبقه بندی خاک، نتایج دانه بندی خاک به روش در ذیل داده شده. فیصدی عبوری از غربال نمبر 10 100%، فیصدی عبوری از غربال نمبر 40 80%، فیصدی عبوری از غربال نمبر 200 58%. اینجا پرسنت پاسینگ ترو نمبر 200. ببینید گفته شده the liquid limit and plasticity index of the minus number 40 fraction of the soil are 30 and 10 respectively. لیکوید لیمیت خاک و پلاستیسیتی اندکس خاک که برای خاک که از غربال نمبر 40 عبور کرده باشه 30 و 10 به ترتیب داده شده. لیکوید لیمیت 30 داده و پی آی خاک 10 داده شده. گفته شده کلاسیفای دی سویل با یونیفاید سویل کلاسیفیکیشن سیستم. توسط یونیفاید کلاسیفیکیشن شما این خاک بریم طبقه بندی کنیم. برازی ما میم اول اطلاعاتی که داده ریکارد میکنیم. اطلاعات چی قسم ریکارد میکنیم؟ یعنی بی قسمت میگم که فیصدی پاسینگ صفر عبوری از غربال ها می اطلاعاتی که از این قسمت داشته میاریم. نمبر 10 100% عبور کرده، نمبر 40 80% عبور کرده، نمبر 258% لیکوید لیمیتر سی داره، پی آی خاک 10 داره. همه اطلاعات میبریم انتقال میدیم برو جدولی که ما میخواستیم توسط از او خاک به روش USCS طبقه بندی کنیم. برو قسمت مراجعه میکنیم ببینیم که چقدر خاک میتونه که چه سمبول و چه گروپ نامه میتونه به خود بگیره. این جدول ما شما داشتیم، این جدول قبلا در لکچر قبلی توضیح داده بودیم. میبینیم اطلاعات خور میارم به اینجا، اطلاعاتی که قبلا در سوال داشتیم به خاطر اینکه بتونیم به سادگی سوال کار کنیم. غربال نمبر 10 100% عبور کرده، نمبر 40 80%، نمبر 200 58%، لیکوید لیمیت سی از پلاستیسیتی اندکس هم 10 است. ببینید وقتی که از غربال نمبر 258% عبور کرده، پس بی قصد ببینید گفته شده 50% یا more than passes number 250، یعنی از 50% بیشتر عبور کنه خاک ریزدان است، پس میتونه چی باشه؟ حال خاک فاین گرین سویل شد. ما به کورس گرین پیش نمیریم به خاطر که ما خاک ریزدانه داریم از غربال نمبر 258% عبور کرده. حال لیکوید لیمیت چند است؟ سی. اینجا داریم چقدر؟ لیکوید لیمیت کمتر از 50% یا لیکوید لیمیت بیشتر از 50؟ لیکوید لیمیت کمتر از 50 است. پس ما میتونیم به این قسمت ادامه بدیم. سلت ان کلی لیکوید لیمیت کمتر از 50%. پس میتونه به این قسمت ایش تا به این قسمت ما ادامه بدیم. خاک عضوی است یا غیر عضوی؟ ما برای خاک غیر عضوی مطالعه میکنیم، پس میتونه خاک غیر عضوی باشه. ببینیم به یه قسمت چی گفته، پی آی بیشتر از 7 باشه یا پی آی کوچکتر از 4 باشه. ما پی آی 10 داریم، پی آی پس 10 وقته باشه پی آی بزرگتر از 7 است.
ولی آیا بالای خط یا بر رو خط ای قرار میگیره؟ بعد بیم ما ای میتونه بر رو خط ای قرار بگیره. بیم از اینجا چک کنیم. ما لیکوید لیمیت داریم سی، پیای چند داریم؟ ده. پس این ای خط ای هست. پس تونستیم نشان بدیم که ای بالاتر از خط ای قرار میگیره. پس وقت بالاتر از خط ای قرار گرفت، ما بیشتر چک کردیم این بی قسمت میتونه که خاک چی باشه؟ خاک میتونه Cl باشه، یعنی میتونه خاک سمبول گروپ سمبول Cl به خود بگیره. ما گروپ سمبول Cl خاک رو پیدا کردیم، حال باید مراجعه کنیم به خود گروپ سمبول. گروپ سمبول رو ما پیدا کردیم، میریم گروپ نام رو پیدا میکنیم، نام گروپ پیدا میکنیم. یک مرتبه دیگه قسمت توضیح میدم. مرحله اول هست، چون قربال نمبر 258 فیصد عبور کرده، بیشتر از 50% از خاک ریزدان از فاین گرین سول هست و چون لیکوید لیمیت بیشتر از 30 هست و کمتر از 50 هست، پس خاک میتونه بی قسمت لیکوید لیمیت کمتر از 50 سلتو کلی باشه. خاک غیر عضوی هست، پی آی 10 هست، پی آی وقت 10 باشه بزرگتر از 7 هست، بیشتر هم چک کردیم بالاتر از خط ای قرار داره، پس خاک میتونه سی ال باشه. پس ما به قسمت میبینیم خاک سی ال، یعنی خاک سی ال پیدا شد، خاک وقت سی ال شد. حالی خاک چنو نام گروپ به خود میتونه بگیره؟ میبینیم به این قسمت، این به قسمت. خب ما بیشتر پیدا کردیم خاک هست Cl، این گروپ سمبول ما هست Cl. وقتی گروپ سمبول در این قسمت Cl به دست آمد، میم اطلاعات رو میبینیم. از قربال نمبر 200 چقدر عبور کرده؟ 58 فیصد. پس باقی مانده بر قربال نمبر 200 چقدر هست؟ 42 فیصد، 100 فیصد بشنیم. یعنی بینیم برو وقتی ما گفتیم قربال نمبر 10 100 فیصد عبور کرده باشه، پس قربال نمبر 4 هم 100 فیصد عبور کرده، چون دیگه باقی برو قربال نمبر 10 نداره. پس نمبر 4 چون بزرگتر از قربال نمبر 10 هست، برو از او قربال هم چیز باقی نمونده. پس میتونه که وقتی برو قربال نمبر 4 هیچ چیز باقی نمونده باشه، میتونه جغل چی باشه؟ صفر باشه. ماسه چی قسم میتونه باشه؟ 100 فیصد از قربال نمبر 4 عبور کرده، منفی 58 فیصد قربال نمبر 200 عبور کرده، 42 فیصد میتونه ماسه باشه. چون بالاتر از قربال نمبر 200 همین 42 فیصد هست که باقی مونده، پس میتونم بگیم که فیصدی باقی مونده برو قربال نمبر 200 بیشتر از 30 فیصد هست، چون 42 بیشتر از 30 فیصد هست. پس میتونم ایش آخر به پیش ببریم، یعنی این قسمت فیصدی عبوری از قربال نمبر 200 میتونه که بیشتر از 30 فیصد باشه. پس میگیم بیشتر از 30 فیصد پلاس نمبر 200. پس به قسمت میتونه که بیشتر از خود 230 فیصد باشه. حالا وقتی بیشتر از 30 فیصد باشه، فیصدی سند بیشتر از گراول است یا فیصدی سند کمتر از گراول؟ فیصدی سند 42 فیصد است، فیصدی گراول چی؟ از صفر. پس فیصدی سند بیشتر از فیصدی گراول است، یعنی فیصدی سند بیشتر از فیصدی گراول است. فیصدی گراول پس چند فیصد است وقتی فیصدی سند بیشتر از فیصدی گراول صفر؟ پس فیصدی گراول وقتی صفر بود میگیم کمتر از 15 فیصد است، کمتر از صفر، کمتر از 15 فیصد. پس خاک میتونه چی باشه؟ خاک میتونه که سندی کلی باشه. یک مرتبه دیگه به شکل جدولی کار میکنیم، یعنی به قسمت خاک که ما قبلا طبقه بندی کرده بودیم Cl بود، حال ما این چک میکنیم بله چون 58 فیصد از قربال نمبر 200 عبور کرده، پس باقی مانده برو قربال نمبر 200 42 فیصد است. پس 42 فیصد بیشتر از 30 فیصد پلاس است که میتونه خاک به قسمت باشه. خب فیصدی سند بیشتر از گراول است یا فیصدی گراول بیشتر از سند؟ فیصدی سند، به خاطر که فیصدی سند از 42 فیصد، فیصدی گراول صفر، پس میتونه صفر 42 فیصد. حال فیصدی گراول چقدر است؟ صفر فیصدی گراول، پس میتونه که خاک فیصدی گراول صفر کمتر از 15 فیصد باشه.
و خاک میتونه به قسمت نام سندی لین کلر به خود بگیره. پس خاکی که ما قبلا پیدا کردیم طبق بندی کردم اول میتونه خاک سی ال باشه که این گروپ نام گروپ نیم بود و خشم گروپ سمبول بود و گروپ نام از این میتونه که سندی لین کلی باشه. سندی به قسمت لین کلی یعنی کلی ضعیف، کلی ضعیف همراه خاک روس ضعیف همراه با ماسه، یعنی خاک روس هست که در خود ماسه داره، چون فیصدی گراول در حدود 42% هست، پس میتونه که به قسمت در طبقه بندی 42% نقش داشته باشه. پس این بود اگزمپل که مربوط به USCS میشون. شما هم میتونیم به همین شکل سوال رو کار کنیم، ببینیم به هر قسمتی که مشکل داشتیم مشکلات خود به همین ترتیب میتونیم از طریق ای سلاید ها و از طریق معلوماتی که در کتاب داده شده براحتی مشکلات خور بتونیم حرفو بسازیم. میام به اگزمپل بعدی که در چپتر پنجم مربوط به USCS هست. گفته شده for a given soil the following are known. برای یک نمونه خاک این قسمت زیل داده شده. Percentage passing number 4 PCD اوگوری از قربال نمبر 4 افتاد فیصد. Percentage passing number 2 100 30%. PCD اوگوری از قربال نمبر 230%. Liquid limit 33 plastic limit 12. گفته شده classify the soil using unified classification system given give the group symbol and group name. گفته شده شما بر اساس USCS برای میخواک طبقه بندی کنه و شما گروپ نام و گروپ سمبول از این محاسبه کنه. اطلاعاتی که بی قسمت داره میرس بیرون نویس میکنه. از قربال نمبر 4 افتاد فیصد عبور کرده، از قربال نمبر 200 30%. لیکوی لیمت هست 33 پلاستیک دیمت داده برای 12. پس پی آی وقت مساوی بود به لیکوی لیمت منفی پلاستیک دیمت پیدا میکنه. 33 منفی 12 مساوی میشه به 21. فیزدی گراول چقدر هست؟ وقتی از قربال نمبر 4 70% عبور کرده باشه میم 700 منفی 70 میگونه 30%. پس 30% دیگه باقی مونده، چون می خاک 100% بوده. 70% از قربال نمبر 4 عبور کرده، پس 30% دیگه برای قربال نمبر 4 بمونده. پس فیصدی جغل میتونه همون 30% باشه که برای قربال نمبر 4 باقی مونده. فیصدی ماسه یا سند وقت خواسته باشیم پیدا کنیم. سند 70% از قربال نمبر 4 عبور کرده و 30% از قربال نمبر 200 عبور کرده. پس میگیم که 70 منفی 30 40%. 40% دیگه میتونه ماسه باشه که بین قربال نمبر 4 و یا قبوری نمبر 4 باقی مانده برو قربال نمبر 200 بوده. این میتونه که سند باشه و با قبوری از قربال نمبر 200 میتونه سلت و کلی باشه. همین اطلاعاتی که از این قسمت پیدا کردیم، این اطلاعات خود میبریم در جدول، میریم برای محاسبه خود، برای پیدا کردن گروپ سمبول به سیستم USCS. این اطلاعات را آوردیم، در این قسمت حال داریم اطلاعات را داریم، لیکویل پی آی داریم 21، نمبر 4 و نمبر 200 دارم داریم و فیسیدی گراول و سندرم داریم. ببینیم قربال نمبر 200 30% عبور کرده، یعنی کمتر از 50% عبور کرده، یا میتونه بگیم بیشتر از 50% برو قربال نمبر 200 باقی مونده، چون 70% بمونده 30% عبور کرده. پس بیشتر از 50% برو قربال نمبر 200 باقی مونده که این قسمت شما میتونه بگیم خاک هست کورس گرین سویل. خاک درشتانه میتونه باشه که برای خاک درشتانه چه قسم میتونه یک پروسیجر پیش بکنه. بعد از نمبر 200 چک نمبر خود 4 داریم. بینج قصه گفته شده که عبوری از نمبر 4 70% هست. اینجا گفته شده که کمتر از 50% اگر از برو
بیشتر از 50% برو قربال نمبر 4 بمونه جغله، اگر بیشتر از 50% از قربال نمبر 4 عبور کنه ماسه است. پس چون اینجا 70% عبور کرده بیشتر از 50% است، پس خاک میتونه که به اینجا ماسه باشه، همون سند یا ماسه باشه، چون بیشتر از 50% از قربال نمبر 4 عبور کرده که 70% میتونه خاک ماسه باشه. خب حال به این قسمت ببینیم شما مرحله بعدی بعد چه چیزه چک کنیم. ما به این قسمت داریم خود فیصدی، ما سی سی و سی او نداریم چک کنیم. چیزایی که داریم چک کنیم قربال نمبر 200 هست، قربال نمبر 200 30% عبور کرده، پس به این قسمت ما میگیم که more than، یعنی این قسمت ببینیم more than 12% fines، اگر بیشتر از 12% فاین باشه، یعنی عبوری از قربال نمبر 200 بیشتر از 12% باشه، یعنی بی قسم بینیم بیشتر از 12% باشه و پی آی هم بزرگتر از 7 باشه، یعنی ببینیم پی آی چقدر است. بی قسمت داریم 21، پس پی آی 21 میتونه که بیشتر از خود 7 باشه که این وقت چک هم بشده بالاتر از خط ای قرار داره، چون با پی آی 21 و لیکویل لیمیت 33 میتونه خاک بالاتر از خط ای قرار بگیره. پس سمبول که در این گروه پیدا کرده میتونه که اس سی، یا اگرچه ما اس سی خواسته باشیم اس خود سند است، سی هم کلی است، سلتی کلی میتونه بگیم، ولی ما چون باید با جزئیات نامزیر برم پیدا کنیم، حال با داشتن استی مراجعه میکنم با همون دیتیل یا جزئیاتی که در طبقه بندی خاک و محاسبه پیدا کردن نام خود خاک هست به روش USCS مراجعه میکنم به این جدول. ما بیشتر خاکی که پیدا کردیم استی بود، خب میم چک میکنن که فیصدی گراول کمتر از 15% است یا فیصدی گراول بیشتر از 15%، فیصدی گراول 30 هست، پس به قسمت میگن که فیصدی گراول بیشتر از 15% است، پس خاک میتونه چی باشه؟ کلی سند و گراول. خاک میتونه یک ماسه رستاره که با جغل همراه با جغل هست پیدا باشه، کلی سند و گراول. کلی وقتی به جلو سند قرار میگیره یعنی ماسه که کلی داره در خود، یا ماسه که در خود خاک رست داره، ویت گراول یعنی در خود دانه های جغل هم دارن. یعنی این طبقه بندی خاک بود برای بشه USCS اگزمپلی که به این قسمت برای شما توضیح داده شد. پس ما تونستیم خاک طبقه بندی کنیم به این قسمت، این خاک برای بشه USCS محاسبه شد، خاک اسی پیدا شد، کلی سند و گراول هم زی قسمت پیدا شده که طرز کار از این هم بیشکل ساده هست و کار کرده، و برای شما هم با جزئیات یک زبل کار شد که انشالله با مشکل بر نخوریم. میریم به اگزمپل 5-6. در این اگزمپل دو تا نوع خاک داده شده، گفته فیگور 5-9، شکل 5-9 که در این دری کنار داده شده یعنی شکل 5-9 هست. Give the grain size distribution of two soils که دو نوع خاک دانه بندی از برای ما داده شده. The liquid and plastic limit minus number 40 sieve fractions of the soil are as follows. لیکوید پلاستیک که از قربال نمبر 40 عبور کرده بوده کار شده در این جدول برای ما داده شده، یعنی بی قسمت برای خاک ا لیکوید لیمیت هست 30، پلاستیک لیمیت هست 22، برای خاک بی 26 و خود سی. گفته شده که determine the group symbol and group names according to the unified soil classification system. بر اساس طبقه بندی برای بش یونیفاید در شما خواسته شده که خاک برای شما طبقه بندی کنیم. ببینیم به این قسمت یک خاک، این ای خاک گرافیک به ما داده، ای خاک A هست، B هست و ای خاک A هست. ببینیم این خط که به این قسمت ما بیم یک خط به اینجا رسم میکنیم که این سیب نمبر 200 هست که سفرش را 0.75
میلی متر است، یعنی 0.1 میلی متر، این 0.75 میلی متر است. ببینیم ایر به این موقعیت قطع میکنه، این خط این گراف ایر به این قسمت قطع میکنه که 8% فیصدی عبوری از غربال نمبر 200 نشان میده. وقت ادامه بدیم این خط گراف بیری خط به این نقطه را قطع میکنه که دودن بیشتر از 60% که 61% عبوری نشان میده. ما دی 60، دی 10 و دی 30 را میتونیم با استفاده از این پیدا کنیم که فیصدی عبوری 10%، ببینیم فیصدی عبوری 10% در میه وصل میکنه با گراف، فیصدی 30% وصل میکنه با گراف، 60% وصل میکنه، میتونه دی 10، دی 30 و دی 60 را از این قسمت پیدا کنیم. پس ما نظر به اطلاعات اینجا ما لیکوید پلاستیک برای غربال برای خاک A و B هم داریم، نمبر 200 در هم غربال عبوری پیدا کردیم که وقتی گراف نمبر 200 خط ما وصل کنه با این فیصدی 8% بشه چون با ما نداده به این وصل کنیم، فیصدی عبوری غربال نمبر 200 برای خاک B میتونه 61% باشه. میریم یک یک از این خاک ها رو مطالعه میکنیم که به چه شکل میتونه گروپ نام و گروپ سمبول داشته باشم. در محاسبات خب ما میگیم سی سی و سی یور محاسبه میکنیم. سی یور وقت محاسبه کنیم دی 60 بر دی 10 0.135 بر 0.085 1.59 به دست میه. سی سی دی سی مربع بر دی 60 در دی 10 که محاسبه کنیم 1.25 به دست میه. اینا باز میبریم به خود جدول میبینیم که چه قسم ما میتونه ما اینا رو محاسبه کنیم. از نمبر 4 وقتی ببینیم بی قسمت، وقتی از نمبر 10 که از یک میلی متر 100% عبور کرده باشه، وقتی سیف نمبر 4 ببینیم، سیف نمبر 4 4.75 میلی متر است. پس وقتی از 100% عبور کرده باشه، از 4.75 میلی متر هم میتونه که 100% عبور کرده باشه. پس میتونیم بگیم از غربال نمبر 4 هم 100% عبور کرده. غربال نمبر 200 برای سیف A بیشتر گراف رو وصل کردم، خط 200 رو وصل کردم با گراف، 8% فیصدی عبوری از غربال نمبر 200 به دست آمد. لیکوید لیمیت C بود، پلاستیک لیمیت 22 بود، 8 تم میتونه پی آی از این به دست بیاد. سی سی و سی او رو 1.59 و 1.25 پیدا کرد. وقتی از غربال نمبر 4 100% عبور کرده باشه، پس میتونه که فیصدی گراول چند باشه؟ 0 باشه. وقتی 100% در نمبر 4 عبور کرده باشه و 8% از نمبر 200 عبور کرده باشه، پس میتونه فیصدی ماسم 100 منفی 8 92% هم ماسه در این خاک جای گرفته باشه. حال میریم به این قسمت که ما بر همین اطلاعات انتقال میدیم به این قسمت، این طرف جدول ببینیم با خط آبی اطلاعات است که ما پیشتر انتقال بیشتر به دست آوردیم و اونا رو به این جدول انتقال دادیم برای محاسبه از این. ببینیم غربال نمبر 200 چند فیصد عبور کرده؟ 8% عبور کرده. پس ما میتونیم بگیم که وقت 8% عبور کرده بیشتر از 50% باقی مانده، پس میتونه خاک درشتانه باشه. وقتی خاک درشتانه باشه، از غربال نمبر 4 چند فیصد عبور کرده؟ 100% عبور کرده. وقتی 100% عبور کرده باشه، این بیه به جز ماسه قرار میگیره. پس چون بیشتر از 50% وقتی از غربال نمبر 4 عبور کرد، خاک میتونه ماسه باشه. اینجا ما سی سی و سی یور داریم. میرین سی سی و سی یور چک میکنیم. سی یو بزرگتر از 6 هست. اینجا سی یو چند؟ در صورت که SW بشه، چون CU چند داره؟ 1.25، پس نمیتونه خاک SW بشه. CU کوچکتر از 6 است. بله، CU کوچکتر از 6 است. 1.25 کوچکتر از 6 است، درسته. ولی less than 5%، اینجا ما چند داره؟ بیشتر از 5% داره، یعنی بیشتر از 5% از غربال نمبر 200 عبور کرده. پس اینجا وقت بیشتر از 5% باشه، پس بین 5 تا 10 هست، بین 5 تا 10% هست. پس میتونه که بی قسمت
یکی بیشتر از 12% و یکی بیشتر از 5%، دو تا چی باشه که ما به قسمت بگیم میتونه یک دوال سمبول باشه؟ یعنی به قسمت ببینیم وقتی بین 5 تا 12% باشه میتونه برای معاصر دوال سمبول باشه، چون اینجا از ما سیور از SP صدق میکنه، ولی پیایی که به قسمت داریم 8 پیایی رو از 8 از بیشتر از 7 از SC صدق میکنه، پس ما میتونه بگیم که SPSC میتونه باشه، خاک میتونه چی باشه؟ SPSC دوال سمبول باشه. پس ما برای از این خاک هست که دوال سمبول شده، ما دو تا سمبول برای از این پیدا کردیم که میتونه SPSC باشه که از SP سیور صدق میکنه که 1.25 کوچکتر از 6 است و از SC هم PI صدق میکنه که بیشتر از 7 است. حال میام به قسمت، ما SCSM رو پیدا کردیم، یعنی SPSC گروپ سمبول پیدا کردیم، گروپ نام از این چند میتونه باشه؟ فیسیدی گراول چند است؟ 0. پس فیسیدی گراول وقت 0 بود، یعنی به قسمت کوچکتر از 15% است گراول، پوری گریدد سند ویت کلی و سیلتی کلی به دست میاد. پوری گریدد سندی که همراه با کلی یا میتونه که دانه بندی ضعیف ماسه همراه با خاک روس باشه یا میتونه همراه با روس لایدار باشه. پس به این شکل ما تونستیم خاک طبقه بندی کنیم روش که به روش A بود، خاک که برای روش USA خاک A تقسیم کرده. میرم برای خاک B. خاک B هم اطلاعاتی که به قسمت داریم چی است؟ از نمبر 400% عبور کرده، نمبر 200 هم خط رسم کرده با گراف، وصل کرده با فیسیدی عبوری 61%، لیکوید لیمیت 26، PL 20، PI به دست میاد 6، فیسیدی گراول 0. وقتی از نمبر 261% عبور کرده باشه باقی مانده چقدر است؟ 39% که میتونه 39% دیگه به قسمت ماسه باشه. پس میرم برای حل از این سوال اطلاعات میرم به قسمت. فیصدی عبوری از غربال نمبر 261% است، بیشتر از 50% از غربال نمبر 200 عبور کرده، خاک میتونه که ریزدانه یا فاین گرین سویل باشه. لیکوید لیمیت هست 26، پس میتونه که سلت و کلی باشه با لیکوید لیمیتی که کمتر از 50 باشه. خاک انورگانیک است، بله. پی آی چقدر است؟ پی آی بی قسمت 6 هست، پس پی آی بی قسمت نه بزرگتر از 7 است و نه کوچکتر از 4 است، پس پی آی میتونه چی باشه؟ بین 4 و 7 باشه. یعنی ببینیم پی آی وقتی بین 4 و 7 قرار بگیره خاک میتونه سی ال ام ال باشه. به اینجا ببینیم کوچکتر بزرگتر از 7 و کوچکتر بزرگتر از 4، پس هر دو سمبول به خود میگیره که اینجا خود به پایین خط اگر مراجعه کنه ببینیم نوشته شده CLML، پس خاک میتونه که CLML باشه. پس وقتی ما مراجعه کنیم به خود قسمت CLML، یعنی به قسمت CLML داریم، میبینیم که گفته شده فیصدی باقی مانده برو قربال نمبر 200 کمتر از 30% است یا بیشتر از 30%، چون اینجا 39% است پس بیشتر از 30% است. فیصدی سند بیشتر از گراول است، بله، یعنی فیصدی سند 39 و 0 است. حالا فیصدی گراول کمتر از 15 است، بله، 0 کمتر از 15، پس خاک میتونه که سندی سلتی کلی باشه، یعنی خاک روزه که در خود میتونه ماسه و خاک لای داشته باشه. این بود طبقه بندی به روش USS که همه اگزامپل ها از او کار شد. حال به قسمت ما پیت داره، یه انواع پیت ها یا مواد عضوی هست که در خود خاک وجود داره، هرچی که مواد عضوی، یه انواع پیت ها که در توسط تلسکوپ ها به قسمت نشانه گذاشته شده، هرچی که خاک در خود مواد عضوی داشته باشه تلسکوپ ها رو شکل که در تصویر دیده میشه نشان میدن. مواد عضوی چون انواع خود پیت ها هست، مواد عضوی میتونه موشتر کانتند یا رتوبتی بالا باشه. وقتی ما بگیم 510%، یعنی 505 چند خود از او میتونه آب در خود جذب کنه. یونیت ویت از او از اسپسیفیک گراویتی که میبینه کمتر از 2 هست،
و اش یا خاکستری هم که بعد از سوختاندن خاک ببینیم چقدر خاکستر تبدیل میشه، این قسمت داده شده. و این جدول ها ما به قسمت داریم، در صورتی که ما خاک به روش آشتو طبقه بندی کرده باشیم میتونیم او با یک از سمبول هایی که به گروپ یونیفاید هست تبدیل کنه. مثلا most probable یعنی بیشتر اغلبا ممکن است که ای اعداد ای سمبول ها باشه، در صورت که A1 A باشه جی دبلیو جی پی میتونه باشه. possible ممکن هم هست که جی اس دبلیو اس پی باشه. possible but improbable ممکن است ولی خیلی کم احتمال میره که بتونیم از این قسمت پیدا کنیم. و یک جدول هم در این قسمت داریم که اگر ما به روش USCS طبقه بندی کرده باشیم میتونیم اونا رو تبدیل کنیم با یک از سمبول هایی که به روش آشتو برابری داره. این بود چپتر پنجم. در چپتر ششم انشاءالله بحث سویل کامپکشن یا تراکم خاک مطالعه میکنیم. موفق باشه. میتونه به تمرین ها مراجعه کنه و سوال هایی که در تمرین چپتر پنجم داده شده کاملا کار کنه، و اگر سوال داشته میتونه از طریق پورتالی که برای شما داده شده بپرسه و جواب داده.